ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از عرش هم بالا گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز 24 روز از دی ماه سال 1395 است و اینجا یکی از محله های اصیل و تاریخی شهر علم، فرهنگ، ادب و هنر، شهر اولین ها، شهر تبریز که به دلیل قرار گرفتن خانه شاعره نامدار و نامی ایران اسلامی پروین اعتصامی در این محله به نام کوچه پروین اعتصامی شهرت گرفته و نامگذاری شده. طوری که این روزها از رسانه‌های مختلف می‌بینیم و می‌شنویم و اطلاع پیدا می‌کنیم، متأسفانه برخلاف همه پیشرفت‌هایی که بشر کرده از بابت علمی و خیلی مسائل دیگه، اما از بابت صلح، آرامش، آسایش و امنیت جهانی وضع زیاد خوبی نداریم. همونطوری که حالا می‌بینیم از کشورهای همسایه و اطراف خودمون، کشورهای منطقه خاورمیانه، ناامنی در سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و خیلی کشورهای دیگه در سراسر جهان هستند که به خاطر ظلم، استبداد، استعمار و زیاده خواهی خیلی از قدرت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که زیاده خواه هستند و حالا دنبال خیلی چیزهای غیر انسانی هستند، این ناامنی‌ها در سراسر جهان گسترده شده. حالا هنرمندای ما هم که در واقع نوعی زکات هنرشون رو میخوام بدن و شکرگزار این هنرشون باشن، در یک اقدام حالا شاید نمادین خواستن در رابطه با این عدم آرامش، عدم امنیت، عدم صلح در جهان اعتراضی داشته باشن و بخوان همه ادیان، اقوام و مردمان جهان رو به صلح دعوت کنند، که در زیرزمین خانه پروین اتفاقات جالبی در حال افتادن هست که چند سالی هست شروع شده و انشالله تا یکی دو سال آینده هم به پایان قد رسید. حرکتی نمادین در جهت دعوت اقوام، ادیان و مردمان جهان به رسیدن به صلح و آرامش جهانی داره اتفاق میفته توسط یک هنرمند درجه یک. انشالله قصد داریم در این قسمت هم با این عزیز آشنا بشیم و هم با اثری که انشالله بیشتر در آینده ازش خواهیم شنید و امیدواریم که آثار و برکات خیلی خوبی داشته باشه برای رسیدن به این صلح و آرامش جهانی. رو ما همراه باشیم. استاد، یه صحبت در رابطه با خودتون، در رابطه با بیوگرافیتون، از خودتون یه چند دقیقه برای ما صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم به مسئله بیندانان محترم. بنده علی غنبری هستم، متولد 1339، از سال 68 توی کار منبت هستم پیش آقای حسین بابوری از مطاب امروز. الان هم در خدمتتون هستم. بسا تعمل شما هر کاری کردیم یه جوری بوده که شما کاراتون رو معرفی کردیم. خب؟ بله. اما تبدیل کارا ما میدونیم شما در حال انجام یک پروژه و یک کاری هستین که انشاءالله بعد از اینکه حالا کار به اتمام رسید و نمایش شد، شاید که از این به بعد اون اثر باشه که استاد غنبری رو معرفی کنه. یعنی یه جورایی دیگه همه استاد رو شاید با اون اثرشون بشناسن و اون اثر شاید یکی از در واقع میوه های پرثمر زندگی و هنری شما باشه. میخوایم در واقع با این اثر در واقع امروز با هم صحبت کنیم که اصلا این اثر چی شد که به ذهنتون اومد و بریم سراغ این که اصلا کار چه شکلی شروع شد و الان در چه مرحله‌ای هست و چه کارا قرار انجام بشه. از خدمت معرفی شما در این پروژمون بشیر صلح. چرا صلح؟ چون توی دنیا این همه کشته و بدبختی الان زنگ و زیدال و تو یمن و سوریه و افغانستان و عراق و قاره آفریقا و این همه کشته به خاطر اومدیم ما اینو انتخاب کردیم که بتونیم با این یه تأثیر گذار باشیم که دیگه بگیم بس کنیم. توی این پروژه ما 5 کتاب میسازیم، کتاب 5 ادیان ابراهیمی. از خدمت تمام پیامبرا همه انسان ها رو دعوت بودن آرامش، صلح، دوستی، نه جنگ و زیدال.
که به خاطر این ما این پروژه را انتخاب کردیم در حدود 3.5 سال که ما روی این الان هم ادامه داره کار میکنیم. یعنی سال حدود 91 اواخرش این کار شروع شده. درسته؟ این کار شروع شده و تا امروز ادامه داره و حدوداً 2 سال دیگه هم فکر میکنم بله باید وقت بذارم تا ایشالله اینو بتونم تا یعنی یک پروسه حدوداً 5 سال و 6 سال زمان بله بعد از بریم روز اول شروع دیگه. خب اولا این کار همش چوبه دیگه درست چوبه چوب و هنر منبت از این چوبا چوبای پناوری شده است تو یک سال تو فضولات ایرونه میخواد بعد از یک سال که در میارم توی کارگاه که میذاریم یه جایی یه پرده تاریک اونجا این یک سال یواش یواش به درس خوش بشه بعد از یک سال ما رو میذاریم یه چند ماه دیگه میمونیم بعد از اون چند ماه گالبگیری میکنیم و برش میکنیم کارگاه همین محدوده هستش در همین جا هستش کارگاه کار یه ریسمونه اینجا انجام میدیم نتجارمون رو توی کارگاه نتجاره برشگاری اصلی و کارگاه معروف به در واقع حالا نتجاری کارگاه اصلی انجام شد اینجا کارگاه نتجاری هست که کارهای اولیه و مقدماتی مثل برشکاری های اولیه یه چوب های خام و در واقع با ابعاد بزرگتر اینجا اتفاق میفته انجام میشه و قطعاتی که آماده هنر منبت روشون هست از اینجا به کارگاه در واقع اصلی انتقال داده میشه که اونجا توسط استاد غنبری که دارنده نشان درجه یک هنری در رشته منبت هستن و صاحب سبک منبت به نام خودشون سبک استاد غنبری در واقع اصل کار اونجا کلید میخوره رقم میخوره و اما اینجا هم کارهای بزرگی انجام میشه که پایه و اساس کارهای اونجا هستش که در این قسمت معرفی خواهد شد. استاد در مورد این کارگاه و محیط خودتون یه توضیح بفرمایید. خب که تو اینجا چه قسمتی از کار چه حجمی از کار در واقع اینجا انجام میشه و در چه شرایطی؟ از من خدمتتون که ما اینجا کارگاه رو وقتی میاریم با کمک آقای استاد کاتبینیا اول دارده کار در میاریم آماده شد کنیم بعد از آماده شدیم برشش میدیم میبریم با کمک آقای کاتبینیا اونا رو اینجا برش میدیم بعد از برش دادیم سس رو بهشون میزنیم و با پیش دستی ها میبندیم چوبای فرشته هستن که بعد از اینکه هیلاج رو بازش کردیم یه پولیشی دیگه بهش میدیم و آماده میکنیم میبریم کارگاه منبت کاری این همه گیره زدن لازم بودش که بعد بقیه خوب بچست و دیگه بعدا بد نکنه درد باز نکنه شد رو دیدیم بعد الان شما قطعه رو در واقع طرح یه برشی زدین که روی این قطعه ایس چه خوب بشینه در واقع درسته بعد با پونیز چسبوندین زیرش هم یه کاربون گذاشتیم و قرار راستش اون طرح رو انتقال بدین روی این قطعه استاد هر روز حدود 12 ساعت
کار میکنه و اون ضربات چکش روی مغار روی اون قطعه اس شکل پیاده شد. قطعه نهایی چهل چهراغ ما در اون شاخهای چهل چهراغ همین قطعه میشه که به این شکل هستش. اگه حالا دوربین ببشه قشنگ اثر کار هنر استاد رو نشون میده. استاد من فکر کنم خداوند هنرمندا رو یه مقدار بیشتر از بقیه دوست داره و بیشتر از بقیه از روح خودش در کالبد اونها دمیده، چرا که اونها هم میتونن به لطف همین روح خداوندی خالق اثر باشن. اون تکه چوبی که ما تو کارگاه اول دیدیم یه قطعه چوبی بود که شاید اگه بیرون رو زمینم میافتاد آدم اصلا شاید توجهی بهش نمیکرد، حتی شاید اصلا بر نمیداشت نگاه کنه، به درد بیشتر سوختن میخورد. بله. اما شما اونو با اون تراشا و این کارهایی که اینجا انجام دادیم فکر کنم بعد حدود دو هفته به یه همچین قطعه هنری زیبا و حالا کاری تبدیل شده که فکر کنم کمتر بیننده باشه که دوست نداشته باشه اینو از نزدیک لمس کنه یا دست بزنه یا در موردش چیزایی بپرسه، بالاخره توجه همگان رو جلب میکنه که حالا این فقط یکی از چهل شاخه چراغ در واقع اون اثر است که حالا بگذاریم که اثر در پایان خواهیم دید که حالا چه اتفاقایی در اون افتاده و چه چیز. این همون لاله که داشتم کار میکردم برای این تمام شدهش اینه. اینا سه اندازه 23 و 20 17 این در عکس 20 سایز 20 که لاغ توی این قرار میگیره. من داشتم اینجا رو میزدم، ببینید این در عکس نیم سانته روی چوب ما اینو در آوردیم، این یه تکه است. بس این در نره چوب بهش میگیم خیلی سخت اینجا کار کردم، ولی به لطف خدا ما تونستیم اینا رو در بیاریم. ارزم خدمت چهه تا از اینه که میاد روی همون شاخه ها قرار میگیره که لامپ هم توی این قرار میگیره. این همون سایز وسطیه؟ بله سایز وسطیه. واسه لایه دومه چه بله. خب در رابطه با این یکی کارنده بود ارزم خدمت تون که این هم چهار تا فرشته است ما انتخاب کردیم که در عکس نماد پاکی ها. بعد چهار تا پرشتش داره، عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل. ما هر یه دونه این نماد این پرشته هاست. این در عکس 25 در 18 در 30 یک چوب بود که ما اینو تراشیدیم. یک ماه روی هر یه دونه این ما وقت گذاشتیم که شده به این شکل. همه اینا با دست من اون روز که اینو لمس میکردم حتی تا این قسمت هایی که قوزک پا میگن. بله قوزک پا. بله بله اینا دیگه هست و برمجرد شما سعی کردیم تا اینجا دقت کنیم. بله. که مثلا این استخونه اینجا حتما برجستگی اینا باشه یا این طرف پا و عضله های پا رو سعی کردیم نشون بده. چرا اینقدر دقت و حساسیت این دیگه ببینید عرضم خدمت تو که آناتومی کار باید یه جوری باشه و یه کار سیمونی که بین المللیه خاطرم باید این اینقدر خوب باشه، اینقدر از نظر هنر بالا باشه که دیگه همه هنر ایرانی رو ببینن و بشناسن که ایرانی ها به گله از نظر هنر چقدر گریه. درسته. بعد این یکی کار رو هم پس چهار ماه هم چهار تا هم از اون چهار ماه. بله بله چهار ماه. بله بله. بعد این کار رو هم توضیح میدیم که این کدوم قسمت از طرح هستش و جریانش چیه؟ از این خیلی تو که این بعد در عکس این الان یه تیکه چوبه که این پایش همه اون شاخه ها و ارزم خدمتتون فرشته ها همه میاد روی این قرار میده. در عکس این ستونه تنه اون درخت هست که تمام فشار روی اینه که همه اینا یه تکیه یه چوب صاف بود به این شکل. اینا همه با دست در آوردیم، اینا رو با دست خالشون کردیم. این در عکس یک سانتا رفتیم تو بس تو این منبت رو در آوردیم که همه اینا با دست. این چه از کار برده زمان برده؟ ارزم خدمت تو که اینا اگر بخواب روی هم رفته حساب کنیم با همه اون یکی ها در حدود یک ماه نیم برای این وقت گذاشتیم. فقط همین و همین یک ماه نیم وقت گذاشتیم. آره
وزنش چقدر میدونی تقریبا؟ این وزنش فکر کنم میگه 30 کیلو باشه. 30 کیلو. 30 40 باشه. درسته. بعد این چه تنه درخت؟ حالا چرا تنهتون نوشید تا درخت قرار بردی؟ درخت سدر که توی درخت بهشتی هست به خاطر این کار انجام دادیم که ارزم خدمتتون که میتونستیم یه شکل دیگه بسازیم ولی خواستیم یه تنه درخت مانند باشه مثلا درخت سایش به لفر بود بله بله آرامش باشه آرامش میده همه ایشون میوه داره سایه این جمع شد آره درخت خیلی مفیدم از بابت آلودگی هوا اکسیژن میده میوه داره بار داره مردم از سایش استفاده میکنن بهتر خودش یه نماد آرامش و یه جور سوخته چهار بود این تکه چون شمشه بود اینو ارزم خدمتتون که بریدیم همه اینا یه تکه است که اینا میتونه ببینیم توی تصویر یه چوبه یه تکه چوب بود شمشه بود که به این شکل در اومد همه اینا رو خم کردیم قابل انعطاف کنیم انعطاف دادیم به این درسته این هنوز کارش مونده تمام نشده همه اینا ثابته میشه مثل یه زنجیره یعنی اگه یه نفر به این که من میتونم با چوب یه کاری بکنم که چوبو مثلا دور دستت بپیچ چوب هستن نشکنه شاید آدم باور نکنه ولی شما یه همچین کاری کردین که چوب رو میتونیم دور هر چیزی بپیچیم گره هم حتی بزنیم بدون این که بشکنیم این هم قرار تو طرفتون استفاده بشه این هم برای طرفتون اینجور باشی آره چرا زنجیری مفهومشیه؟ این به خاطر که انسان رو به هم دیگه وصله یعنی هر کدوم از این انسان‌ها، کشورها، ملت‌ها، اقوام، قبایل با هر رنگ و نژادی یه جایی همون شعر شاعر نامی ایران که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهر هستند شما اینو به شکل زنجیر نشونش دادیم خیلی ممنون استاد بعد حالا اگه موافق باشید بریم طرح کلی رو که این قطعات در واقع مونتاژ شدن و رو هم سوار شدن رو با هم ببینیم و بقیه صحبت ها رو پای درخت سدر بدون در واقع خار شما ببینیم درسته؟ بریم خب استاد در کارگاه نجاری نمونید چطور قطعات بزرگ و بیشکل چوب رو شما بیشکل چوب رو شما اونجا در واقع برش دادیم آماده کار و انجام هنر منبت کردیم کارگاه هم آشنا شدیم با اینکه چه شکلی شاخهای اس شکل به این شکل در اومد این لاله هایی که به عنوان در واقع چراغ رو اینجا قرار گرفته ما اینا آشنا شدیم فرشته ها رو دیدیم تنه رو دیدیم و حالا بقیه قسمت های درخت از جمله پایه رو اونجا نتونستیم در موردش صحبت کنیم سنگین بود و چطور رو جابجا کرد یه توضیح مختصری در رابطه با این پایه بدیم که این چه شکلی کارش این پایه در عکس ارزم خدمت شما که 90 در 35 در 34 بود یه چوب مستطیل شکل که به این شکل در اومده 45 نروش گل برگه میگم خیلی ظریفه نسبت به بقیه قطعات فکر کنم ظرافت کارش خیلی بیشتره حتما زمان بیشتر هم برده ارزم خدمت شما که هر یه دونش سه ماه نیم برش بحشتاست بعد 6 روز آره که 6 هم یک عدد مقدس هستش در ادیان آسمانی بره. که در واقع ریشه های و پایه های درخت رو پایه های تشکیل میده که بعد تابلین هم خیلی خوب بشه حفظش کرد خب استاد در واقع با مشخصات کلی طرح بگیم این طرح حالا اینجا در واقع به اتمام نرسید این نواقصاتی داره حالا ما تو این فیلم یه رونمایی مختصری ازش شد روی این فیلم یه مشخصات کلی طرح رو برای معرفی کنیم که ابعادش چقدره حالا ارتفاعش چقدره در مورد اینکه توضیح بدیم از این خدمت تو که عرضش 2.30 ارتفاعش 3 متره
بعد هنوز نیمه در عکس 30% کارش مونده. هنوز 30% که مونده کدوم قسمت؟ 30% یکی همون لاله هاش مونده. بعد آها یعنی این لاله هنوز تکمیل نشده. آخرش باز روی فرشته ها یه پرنده میاد میشینه که کپتر سپید یا دورنا نماد صبح. بعد تو دهنش یه تیکه برگ زیتون. بله بله هنوز اونا مونده از آن خدمتتون که تمام نشده است. و شاخصترین قسمت این اثر و در موشون گل سرسبد هنر این هنر که شما ارائه کردیم با نام بشیر سر و درخت سر هستش، این آیاتی هستش که از ادیان الهی انتخاب کردیم که همه در رابطه با سر و دعوت انسانها به زندگی در واقع مسالمت آمیز و با اخلاق در کنار هم هستش، که از قرآن مجید این آیه رو انتخاب کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی درآیید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما. سوره مبارکه بقره آیه 208. و متنی رو هم از تورات انتخاب کردیم، تورات لاویان، فکر کنم بندهای 18 و 19 درسته، که حتی خط عبریش رو هم اینجا آوردیم با این ترجمه که میشه: از همسایه خود انتقام نگیرید و از وی نفرت نداشته باشید، بلکه او را چون جان خیش دوست بدارید. خب استاد، از ادیان دیگه هم فکر میکنم جملاتی انتخاب خواهند شد، درست؟ بله بله بله. از تمام کتب الهی در واقع جملات انتخاب خواهند شد. و اینا چه شکلی؟ اینا هم به شکل بازن منبت کاری روی چوب در خواهند بود. تا عید سعیمون بر اینه که ایشالله خود 40 سال تموم بشه، بعد از عید کتاب رو شروع میکنیم. 5 کتاب هم روی چوب در واقع همه روی چوب میاد، کندکاری میشه، وسط هر دوتا پایه یه کتاب میاد. آها، وسط هر دوتا پایه میشه یه بعده 3, 4, 5, 6 در واقع در این میاد 5 کتاب میاد، آخرش یه کره میاد. آها، آخرش هم کره به نماد کره نماد کره زمینی که ما همه انسان توی یه پردام زندگی میکنیم دیگه. این همه هم دیگه رو کشتن و از اون ریزی بسه نماد از اون خدمتون که کره زمینه.